ببین چطوری؟ امروز هوا خیلی خوبه. خب قراره با دوستان بریم قایق بگیریم، قایق سواری کنیم. ولی قبل از اون بذار یه سوال ازت بپرسم، بهش فکر کنی کیو تو زندگیت از همه بهتر میشناسی؟ یه ذره به این فکر کن. قبل از اینکه بریم یه سری کارا باید انجام بدم، بیاین با هم انجام بدیم. برای اینکه قایق سواری موفقی داشته باشی یه سری چیزا میخوایم، چون 100% قراره خیس بشیم. اول از همه حوله، دوم یه شلوارک دیگه، چون 100% خیس میشی. آخه اصلا مگه میشه خیس نشی؟ سوم شورت، همین مونده بود. بطری آب، و اما مهمتر از همه موز. بد جوری گرسنت میشه دیگه، اینو میدونم، انجام دادم، میدونم. موز و نوری باخت دادی. وای داشت یادم میرم. ببین اصلا همه اینا رو بذار کنار، برای من ایمان یه چیز مهمه. وایسا، من چون حساسیت شدید فصلی دارم، اگه این دوستمون رو نخورم از همه منافذ بدنم آب روانه میشه و این میتونه قشنگ نباشه. قرص. راستی فکر نکنم صبح کافیمو گرفتم. ببین منو، قبل از اینکه بریم سمت کایک و اینا، من باید برم برای خواهرم یکی دوتا چیز بخرم، اونا رو بریم انجام بدیم، بعد سریع بریم برسیم به کارمون. میبینم کافی شما آماده است؟ باری کردیم کافی دوم. آفرین. شما بریم یه رنگ و روی بگیریم. صبح راست میگن تو نفر یک کایک ایران. کایک ایران مسابقات داریم، برای المپیک آماده میشیم. بفرمایید. اون گفته بودم خواهرم یه سری چیز میخواد، کنسله. اول ببرم استودیو باتری بردارم برای این دوربین، چون که اگه زیاد بیرون باشیم نمیتونم ولاگمو تموم کنم. بریم میرسم بهتون. سفه، اینو بگی. سفه، تو زندگیت کیو از همه بیشتر میشناسی؟ خوار. تیشرت هم کافی ریخ روش، مشخصه؟ مجبور شدم همین اول تیشرت هم عوض کنم. دوستان عزیز سلام، زیاد دیپ کوف اومدیم میدونم، ولی امروز قرار بریم کایک بگیریم، تا دیر نشده بریم کاراشو انجام بدیم. ها؟ بره. تو زندگیمون با یه سری آدم ها وقت بیشتر میگذرونیم، به واسطه همین فکر میکنیم که اون آدم ها رو بیشتر از همه میشناسیم. ولی چیزی که معمولا یادمون میره اینه که ما بیشترین وقت رو با خودمون میگذرونیم و ببین به واسطه این وقت گذروندنه خیلی از اخلاقیات خودمون رو دقیقا میدونیم چیه. حالا بذار یه ذره دیگه کایکین کنیم، بیشتر در این مورد با همی صحبت کنیم. کاپیتان شما سمت شما ارزیابی میکنیم، باید بریم سمت راست. دیپ کوو وابش از جای دیگه خیس‌تره. بله بله خانم، فهموندن آبش خیلی خیسه. بله قربان. بله با جای دیگه فرق داره. بله قربان، از خیس‌ترین آبا رو داره اینجا. You are welcome. بیشتر بیان. تو فعلا سر وقت برس، بیشتر بیان. بابا جای پارک رو دارم، چون من که سر وقت. خب آخه سپر گفتش که یه عالمه جای پارک، take your time. بله اون موقعی که ما اومدیم یه عالمه جا پارک بود، اگه سر وقت میومدی زمان ما اصلا جا پارک میگفتم. آقا واقعا دیر نرسید جایی، خیلی زشته.
ببین ما به واسطه این وقت زیادی که با خودمون میگذرونیم یه درک نسبتا خوبی نسبت به خلقیات خوبمون، خلقیات بدمون، کارهای خوبی که کردیم، کارهای بدی که کردیم، دروغایی که گفتیم، شاید کمکایی که کردیم داریم و این فهم رو تقریبا میتونم به قول بدم نسبت به هیچ کس دیگه نداریم، چون با هیچ کس دیگه تو زندگیمون اینقدر وقت نگذروندیم. خارجی ها میگن که it's a double edged sword، یعنی چی؟ یعنی شمشیر دو لبه است که میتونه بهت کمک بکنه و هم میتونه داستان باشه. بذار من برم کایکو تحویل بدم، بعدش با هم صحبت کنم. جیبوری شده امروز اصلا مگه داریم؟ ببین از دفعه قبلی که هم صحبت کردیم مثلا این داستانایی شد، اگه دیده باشید توی همین کلیپ قبلی شروع کرد ابر شدن، بارون اومد، اصلا نگم برم دیگه. من اومدم خونه، رفتم همون و الان در خدمت شما. اصلا به این موقع عادت ندارم. ببین داشتم برات میگفتم این مثل یه شمشیر دو لبه است. برای چی؟ به خاطر اینکه ما وقتی از تمام خوبی ها و بدی های زندگی خودمون خبر داریم و میاییم اونو با بقیه مقایسه میکنیم، خیلی سخت میشه که بتونیم درک بکنیم ما اون درکی که از زندگی خودمون داریم از زندگی بقیه نداریم. وقتی سوتی میدیم خیلی بدتر با خودمون صحبت میکنیم تا اینکه میخواستیم با یه رفیقمون صحبت کنیم. بعضی وقتا خیلی راحته که یادمون بره که اولین و آخرین کسی که تو زندگیمون داریم خودمونیم و اول همه باید با خودمون مهربون باشیم، خودمون رو دوست داشته باشیم، با خودمون صحبت کنیم، به خودمون اجازه اشتباه بدیم. فکر کن آخرین باری که اشتباهی کردی چجوری با خود صحبت کردی؟ من که ببین و فقط خوش میدم به خودم، خاک بر سرت، لیاقتشو نداری، چرا اینجوری کردی، تنبلی، فلانی، بیساری. ولی اگر که دوست دین اشتباه کرده بود چی؟ اون کسی که فکر می‌کنی می‌شناسیش، اون کسی که فکر میکنی برای اهمیت داره. ما اگر یه رفیقمونی اشتباهی بکنه شاید میشینیم باش صحبت میکنیم، باش دنبال راه حل میگردیم، خیلی کارا میکنیم، از وقتمون میزنیم، شاید هزینه بکنیم، شاید هزار تا کار دیگه بکنیم، ولی هیچ وقت بهش توهین نمیکنیم، سرزنشش نمیکنیم، بهش نمیگیم تو لیاقت خیلی چیزا رو نداری، بخاطر اینکه رفیقمون رو دوستش داریم. ولی خیلی راحته که یادمون بره که اولین آخرین رفیقی که داریم خودمونیم و باید خودمون دوست داشته باشیم دیگه ها. پس من دوباره ازت میپرسم، تو زندگیت به نظرت کیو از همه بیشتر میشناسی؟ من موقعی که این گلا رو کاشتم اینجا انقدر زنبور میاد اینجا که اصلا دیوونه دارم میشم، احساس میکنم گلای زنبور خیزی هم و من اشتباه خریدم. راستی داشت یادم میرفت، من این گلو معرفی کردم به شما دفعه پیش، توی تصویرامون بود. این یه بانسای تریه که خوش شده، ولی چون که خیلی دوستش دارم نگهش داشتم. ببین رفیق، مراقب خودت باش، مراقب خانوادت باش، تو همین هفته یه بار دیگه میبینم. بای بای.